با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این چهارمین روز از دوازدهمین ماه در سیزدهمین سال از سومین هزاره، امیدوارم که به حال توانسته باشیم اونجوری که شایسته و بایسته است برنامه های رو تقدیم حضور شما نازنینان کرده باشیم. اما همطور که بارها هم اعلام کردم، کار بسیار مشکلیه، نمیتوانی که همه رو در این باستان راضی نگه داری، کار سختیست. دهم دسامبر یعنی هفته آینده روز جهانی حقوق بشر است و مطابق اون هم نزدیک امسال تقارن داره با 16 آذر در ایران و یک روز نمادین در جهت اعتراض به شرایط حاکم. کانون نویسندگان ایران امروز 4 دسامبر یه بیانیه داده به مناسبت روز مبارزه با سانسور. می نویسد اعتراض به سانسور همواره در مرکز فعالیت‌های نویسندگان و هنرمندان مترقی و متعهد در سراسر جهان بوده است، چه آنان که صرفاً به هنرشان تعهد واقعی داشتند و چه هنرمندانی که باورمند حقوق انسانی بودند. آنها برای پایان دادن به حیات سانسور در جامعه به شیوه های گوناگون کوشیدند. این تلاش در ایران به شکل جدیتری در جریان بوده است. آذر ماه سال قبل همزمان با بزرگداشت روز مبارزه با سانسور، بیانیه با امضای 170 نویسنده انتشار یافت که خواست مبرم آن ممنوعیت سانسور پیش و پس از انتشار کتاب بود. در یک سال گذشته نویسندگان و هنرمندان بسیاری در مخالفت با سانسور سخن گفتند یا نوشتند و میزان اعتراض و انتقاد به سانسور به مراتب بیشتر از سالهای گذشته بود. اثرات آن را میتوان در واکنش‌های متولیان دولت جدید مشاهده کرد. وزیر ارشاد در شروع کار خود به صف منتقدان سانسور پیوست و با این کار نشان داد که ادامه سانسور به شکل موجود برای حاکمیت بسیار سخت شده است. گرچه به زودی معلوم شد که ژست انتقادی ایشان نمایشی بیش نیست، با این حال با برخاستن صدای انتقاد از تریبون دولتی آواهای در گلو مانده بیشتری در جامعه تنین انداز شد. گزارش و خبر و مقاله و مصاحبه درباره سانسور در نشریاتی به چاپ رسید که تا پیش از این حتی واژه سانسور را به کار نمی بردن. نامه سرگشاده 204 نویسنده به وزیر ارشاد در این دوره منتشر شد. امضا کنندگان پیشنهاد داده بودند که مجوز کتاب برداشته شود و نویسندگان مسئولیت عبور از ضوابط سانسور را خود به عهده بگیرند. کار نویسندگان ایران نیز همواره خواستار لغو هر گونه سانسور در جامعه و خواهان آزادی بیان بی هیچ حصر و استثناء برای همگان بوده است. با آنکه اعتراض ها و انتقاد ها توانسته است جلوی پیشروی بیشتر سانسور دولتی را بگیرد و شکل‌گیری اعتراض ها خود دستاوردی است، اما هنوز در بر همان پاشنه میچرخد و همچنان آثار نویسندگان و هنرمندان و صداهای دیگر سانسور می شود. همچنان کتاب ها با تیراژ های نازل چاپ می شود و سینماها خالی تر، تئاتر از نفس افتاده تر، موسیقی کم نواتر و سانسور از اعتبار هنر و ادبیات نزد مردم
به شدت کاسته است. با این حال برای برداشتن سایه سنگین سانسور اثر هنر و ادبیات و کنار زدن این پدیده شوم از جامعه، تنها راه گسترش و همسو کردن اعتراض هاست. 13 آذر روز چنین کاری است، روزی که صداهای اعتراض به هر نوع سانسور، طلب آزادی بیان بی هیچ حصر و استثنا را به فریادی یگانه مبدل می کنه. 13 آذر روز نه به سانسور، آری به آزادی بیان است. کانون نویسندگان ایران در روز 13 آذر روز مبارزه با سانسور را گرامی می دارد و این روز را به همه کوشندگان آزادی بیان تبریک می گوید. گرامی باد 13 آذر روز مبارزه با سانسور. این صدایی است که از درون ایران به گوش می رسد. این صدایی است که از درون ایران به گوش می رسد. به نظام فاسد همه ابزارش رو به کار گرفته تا اینکه بتواند همواره بر اریکه قدرت بنشیند و بتونه از این طریق ماجرا رو در چپاول، در حقیقت در چپاول و تاراج مملکت کوشا باشه. اما عزیزی فری نازنینم نوشته است که جناب سعید بهوانی ارجمند، با فرارسیدن سال روز حقوق بشر جهانی لازم دیدم توجه حضرت عالی را در خصوص اعدام‌های بی‌وقفه در ایران به نکته‌ای جلب نمایم. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی از اعدام‌ها سه هدف را پیگیر بوده است: ایجاد ترس و وحشت برای خلق الله داخل کشور، از میان برداشتن دگراندیشان از هر نوع در داخل یا خارج، اما مورد سه برایش بسیار مهم و باعث شده موارد یک و دو را به آسانی به پیش ببرد اون نمایش این اعدام هاست که متاسفانه هموطنهای ما ضیافتگونه در آن شرکت می نماید و بدین ترتیب جمهوری اسلامی را قادر می نماید این پیام را به جهانیان بدهد که جمهوری اسلامی ناگزیر به حکومت بر چه خلق یا امتی می باشد و ناگزیر به اجرای حقوق بشر اسلامی باشد، که البته راجبش من حرف خواهم زد. بفهمید شما. درود بر شما آقای بهوانی. لیلا هستم. اولا سپاسگزارم که وسط خوندنتون رو قطع نکردین و ادامه دادین. در ضمن خیلی خیلی ممنون میشم که مقاله رو میخونید، برای که خیلی قشنگ میخونید، قربان برم به دل میشینه. محبت شما، سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. محبت زیاد، سپاسگزارم. مرسی عزیز. آره، چون میدونم که دین نمیخوانن در حقیقت، حوصله خوندن نداریم. ما جامعه هستیم که حوصله خوندن. امروز دیدم که کاوه نازنین در سایت مردم ریپورت، دعوت میکنم این سایت رو برید و نگاه بکنید، دنبال بکنید. اونجا یه مطلبی رو اشاره کرده بود که میزان مطالعه در ایران، که من فکر میکنم آمار غلطی باشه. من به این آماری که داده زیاد باور ندارم. 76 دقیقه در روز، خیلی 76 دقیقه در روز، یعنی یه ساعت و ربع مردم ها همجور میستن چی میخونن؟ کتاب میخونن. من فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. مدیر کل منابع نهاد کتابخانه اون میگفت میزان سران مطالعه در کشور ما 76 دقیقه در روز است که با افزایش ایستگاه های مطالعه و منابع کتابخانه ها زمینه افزایش آن را فراهم میکنیم. دروغ میگه. سیستمی است که اصلا بر اساس دروغ ساخته شده و اصلا خیلی برام این نکته جالبه که این چجوری با دروغ زندگی میکنه. داستان اوپک رو دنبال کردی دیگه، ویان و رفتن و اومدن و اوپک. اونجا گفتن که خیلی خوب، اوپکی ها گفتن خب البته میدونیم که محمد رضا شاه آخرین پادشاه ایران در ایجاد اوپک خیلی نقش اساسی داشت،
و خیلی کوشیدن تا این اوپک رو راه بندازن، سامان بدن، یه سازمانی درست بکنن، ارگانایز بکنن در حقیقت اویل پرودوس کانتری رو، کشورهای تولید کننده نفت رو. بعد آقای فلانی زنگنه دزد چپاولگر فاسد، فکر میکنی چی گفتن اینا، رفتن اونجا آمدن چی گفتن. یه دوستی امروز خیلی زیبا برای من تعریف میکرد، خیلی صحنه رو قشنگ چیده بود و مثل میزانسن هم داده بود و هم میگفتش که چی رفتن اینجا نشستن. و هم گفت به آقا ماشالله خوبی زد چاخ شدین شما آقا های زنگنه. البته اینجا هم یه تعدادی از وزرا خب میبینی عوض شدن، چهرهای جدید اومدن، اما یه زنم پیر شدی، خب انشالله خوش اومدی دیگه، خوش اومدیم، حالا بالاخره ایران دیگه چیکارتون کنیم. اینا همین، من میخوام نفت بکنم 4 میلیون بشکه و اون بگه من میخوام اینطور بکنم اونطور بکنم، اینا جزء شایعات راجعه شرف میزنیم. بفهمین شما آقای بهمانی منصور. خیلی ممنون آقای منصور، بفهمین. آقا خیلی ممنون. آقای مهداری من بفتاییم این که حقیقتش مزاهم شدم. آقا این حتمه شما بودم شنیدید این نوار صحبت مادر تتار بهشتی؟ بله دیروز پخش کردیم. بله بفهم. بله پخش آره. من بقال آقا میخوام اینو بگم که اصلا به ایرانی کار نداره، به سیاست هم کار نداره، این نظر شخصی خود منه، یعنی همه این نظرت هم بذار کنار. این نظام فاسد اصلا فاجعه ای آقا این به دنیا آورده، یعنی به وجود آورده که آدم و انسان رو از خود بی خود میکنه. ما در این 35 سال من فکر میکردم اولا این که چه غم انگیزه این نوار این زن مادر من و تو و اصلا بقیه، اصلا از لهجهش، از حالتش، از عکسش آدم جیگرش آتیش میگیره وقتی به این زن گوش میکنه به حرفش. اصلا من میزنی چجوریه باور کن این رو دارم بهت میگم، مرد من اصلا کلم سود میگه، من باور بعد نشستم فکر میکنم که در این 35 سال این نظام فاسد چقدر گندکاری در آورده که یک مردم با ملت هرچی با وجدان باید اینا رو اصلا خفه میکردیم میداریم که اینا هیچی نشده. همین داستانی که سر این زن در آوردن، سر بچهش در آوردن، یک مسئله، همین یک مسئله کافیه که اون مملکت رو به آتیش کشید. کدوم انسان با وجدان میتونه اجازه بده که یه زنی از حرف زدنش معلومه، از قیافش، از ریختش، نه دکتره، نه پروفسوره، معلوم نیست 6 کلاس سواد داره نداره، مهم نیست، مادره، با بچهش این رفتار رو کردن، با خودش این رفتار رو کردن، اون نامرد بی صفت، توپ به صفت زید علی اونو باید گرفت و اصلا نمیدونم چجوریه 24 ساعته باید نوار این زنه رو گوش کرد. آدم آقا من عنوان یه آدم 54 ساله خدا شاهده روزایی هست که اصلا متاسفم که اسمم ایرانیه، متاسفم که از اون جهنم به دنیا اومدم و اومدم رسیدم به اینجا. چرا متاسفم؟ به خاطر این اوضاع چطوری ممکنه توی مملکت این همه جنگکاری بشه؟ با هنوز یعنی اینجوری هست، فاجعه هست. اون زن مادر میتونه مادر من باشه، مادر بزرگ من باشه، حالا هرچی چجوری تو میتونی اجازه بدی یه مردی که چاقوکش دوز باشه بیاد اونجا و یه زنه 70-80 ساله اینجوری رفتار کنه؟ چطوری
کدوم نامرد لامستم اجازه میده همچین اتفاقی بیفته؟ ولی میبینی که افتاده. من هیچی آقا، من دلم چیگر وادی که خدا شاهده نمیتونم بخوابم نفرم، همش تو فکر این زنم. تو اصلا فکرشو بکن، تو شهره، شیر تو شیره، بخور بخور، نمیدونم بچاپ بچاپ، یه مستوز نشه ازم حضور دروخو چخانگرو جهنم. این زن 7 ساله 6 کلاس سواد افتاده بین این جانوران چاقو کش آدم خور، باورت میشه؟ یکی هم نیست بره اونجا دستشو بگیره، یه کمکی کنه، یه حالی بده یا فلان کنه. به مرگ مادرم اگه من تو اون مملکت بودم، زنه رو برم داشتم میاده میداشتم تو خونه، امکان نداشت بدنم همچین اتفاقی بیفته اونجا. چقدر باید ما بی ناموس باشیم اجازه بدیم همچین اتفاقی بیفته؟ چقدر؟ خیلی ممنونم. نیست دکتر اسماعیل خویی یه مطلبی نوشته، امیدوارم که بتوانم ادا بکنم. با الهام از این سخن امام خمینی که فرمود من اتمام حجت میکنم با شما و پیشکش به روان تازه ترین جان باختگان آرمانهای آزادی خواهانه مردم ایران جاودان یادان، پروانه اسکندری، داریوش فروهر، مجید شریف، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و رستمی همدانی. با الهام از این سخن امام خمینی که فرمود من اتمام حجت میکنم با شما. روحانی روحانی، ای بدیل بدلکار خاتمی، ای از ریاستت دل جمهور ماتمی، از گفتت ارچه ساده دلی چند سرخوشن، از کرد توست جان دل مردمان غمی، جز مشتیت دروغ فریبا به چنته نیست، ای پوزه تو در خور مشت محکمی، کردار تو چو آتش سوزان بود صریح، گفتار در چه دود نماید به مبهمی، قانون شعار توست ولی چیست در دلت؟ آن هرچه‌ای که قانون بشناسیش همین، قانون بیان روشنی از رأی مردم است، آماج آن رواج معایر مردمی، پس رأی مردم است که قانون می آورد، نه رأی شیخ مشهدی و قاری قمی، نزد تو لیک واژه قانون به معنی فرمانی از خداست که آید برادری، وانگه کدام گونه خدا از چه گوهری و با چه نسبتش به دل و جان آدمی، بی طرفه پرورشگر گیتی خدای عشق، ای مادر بهاری خوبی و خرمی، بل سفلتر خدای عرب کاوه سخن نگفت، جز با کسی چو گوهر خیش امی و امی، فرمان قاتلوها فرمان قاتلوهایش بنگر، که خود بس است تا دارد آدمی را پیوسته ماتمی، یا نهی و نفی باده به گفتار او، کزان تا هست هست جان خرد پیشگان غمی، با دشمنیش از خرد آدمی چنان انگار کژدمیست خرد گوهرش سمی، آری خدای توست چنین کژ تصوری، کایت خرد هماره ز تصدیق او رمی، وانگه تو گفتهایش چو قانون بری به کار، بی هیچ لیکن و
اگر و بیش و کمی، گویی که امر و نهی خدا جاودانی است، نه همچو امر و نهی شما خلق دمدمی. این است باور تو و در باور تو، لیک کس جز تو جانشین خدا نیست بر زمین. این مغلطه جواز دهد تا خدایوار بر مسند خلافت اسلام بلمی. و تا خلافت تو به جا ماند استوار، در بوغی از دروغ شب و روز بردمی. که هم دهد خدات به قانون جواز کار، هم نیز با گزینش خود رأی مردمی. زینسان خدای وحدت و خرمای قدرتت، آید یگانه در بهمی و نباهمی. همچون چهار گوشه که باشد سه بر رپاک، فردوس کفتد آب و هوایش جهنمی. نخل خداستی و به خرما نهاده دل، کینگونه در برابر هر باد می خمی. پرخنده است چهره تو و خلق در شگفت، پرخنده است چهره تو و خلق در شگفت، کاید ز مهر خنده تو یا ز بیغمی. یاران من به خنده تو خنده ها زنن، من بنده راویم اگر ایدون نخنندمی. میبخش اگر خیال مرا رهنمون شود، میبخش اگر خیال مرا رهنمون شود، عمامه بر سرت به تصاویر شلغمی. ای مرد اقتصاد و سیاست که بینشد آن تو شلغمی کند، این تو بلغمی. تاریخ بر شقاوت اهل دعا گواست، نه بیهقی فسانه سرایت نه بلعمی. اندیشه دو عالمیت ریشه دعاست، عالم یکیست همچو خداوند عالمی. خود را شناس تا بشناسی خدای را، سقراط گفت اینو خرد گویدت همی. با خود دوگانه بودنت ای مرد تا به کی، با خود دوگانه بودنت ای مرد تا به کی، با کیستی و بر که سخن گو به محرمی. گر نیستی عرب ز چه دستار بر سری، ور هستی از چت این همه اطوار عجمی. زخم است و خنجر این دو کجا در کدام حال، با یکدیگر یگانه شوند از هماهمی. داروی زخم جویی و درمانده ای از آنک، خواهی زنوک خنجر برنده مرهمی. داروی زخم جویی و درمانده ای از آنک، خواهی زنوک خنجر برنده مرهمی. جمهوری از عوالم کثرت بود، بلی از کثرت است کاید جمهور آدمی. اما خدا یکیست و از این روی بیگمان، جمهوری خدا نتوان داشت بر زمین. گر مرد حقی و این سخن از من شنیده دار، ور نیستی به چم به هر آن چم که می چمی. گر مرد حقی این سخن از من شنیده دار، ور نیستی به چم به هر آن چم که می چمی. تا در رسد دمی که فرو افتادنت، ما را برد سبک دل ز اوج خرمی. آن دم که در زوال انیران مرد گدین، جامی کشیم شادی این کشور
جمی 28 مرداد 98 بی در کجا. این هم مطلبی بود که تعریفی است که در حقیقت دکتر اسماعیل خویی بر این روحانی فریبا یا بدلکار خاتمی میگوید و میگوید جز مشتیت دروغ فریبا به چنته نیست، ای پوزه تو در خور مشتی به محکمی. یعنی یکی بزنید تو صورتش و از را بیفتید برید بگید که دوباره شروع کنید که اینا ما ضد خشونتیم، اینا جنگ طلبن، اینا طرفداران اسرائیلن و از این مزخرفات بگید. برید بگید یه خسته اون کردید. اما آقای محمد جعفری یه مدت هاست از شنیدن صداش محرومیم، گفت مشغول نوشتن یک کتابه، به من کتابش تموم شد به سمت ما خواهد آمد. نوشته است چرا با فتوا اشخاص ترور میشوند. من بذاریده که برگردم به اون مطلبی که گفتم راجبش توضیح میدم و اون آقای یا فری عزیزی که برای ما نوشته که سه تا دلیل آورده. یکی گفته که این ایجاد ترس و وحشت برای خلق الله در داخل کشور، دو از میان برداشتن دگرندیشان از هر نوع در داخل قایم. اما مورد سوم برایش بسیار مهمه، باعث شده موارد یک و دو را بازسازی بشه. نمایش این ادامه است که متاسفانه هموطنان نمان ضیافت گونه در آن شرکت کردند و این ترتیب جمهوری اسلامی قادمی این پیام را به جهانیان بدهند. ببین دوست من، اما بذار یه دونه به قول فرنگی کرکشن بدم، یه تحسیب بکنم. آقای دکتر صدر اشراق همیشه میگوید که اشتباه قابل برگشت است و مرجوعه، اشتباه مرجوع است. وقتی من میگم که من باورم بر این است که اخلاق و فرهنگ رو حکومت بر جامعه تحمیل میکنه، این بدین معنا نیست که یه امر مکانیکی باشد. یعنی مثلا من این دگمه رو که بزنم این چراغ روشن میشه، این اهرامو که فشار بدم اون دسته از اونجا مثلا حرکت میکنه، اون وزنه اونجا جابجا میشه، نه. ولی یه عامل اصلی و تعیین کننده است، یعنی تکیهگاه هست در اهرام. گو اگر شما تکیهگاهی به من بدهی، من با یه اهرام میتوانم کره زمین رو جابجا کنم. این نقش تکیهگاه رو بازی میکنه. و اگر تکیگاهی داشته باشم میتونم با یه اهرم جهان رو جابجا بکنم، دون کره زمین رو اینجا بلند کنم بزنم به جای دیگه. اون نقش تکیگاهه، یعنی اونی که ما تعریفش میکنیم نیست که بخوابیم صبح بلند شیم. نمایش نیست، سالن تئاتر نیست. مثلا میگو برای اینکه صحنه شب رو نشون بدیم، خب میگه فانوس آویزون میکنیم تو صحنه، بعد میگه مثلا شب است. بعد یکی بلند میشه میره فانوس رو خاموش میکنه، تاریک میشه، بعد اصلا میشه چراغ روشن میشه صبح است. نه اینجور نیست. ولی تکیگاه مثلا شما در یه بار اینو بعد گفت دیگه، اینو ایرج مصداقی تعریف کرد، یا واقعا ما اولین بار از زبان ایرج مصداقی شنیدیم. گفت اگر اون زمانی که گیوتین رو درست کردن برای اینکه این کار اعدام رو سریع بکنن، زجرش رو کم بکنن، بزنن گردن یارو بیفته تموم شه، با یه ضربه بزنی گردنشو بندازی، نبری بکنیش تو زمین سوراخ کنی بذاریش اونجا مثلا بپزیش، نه اون کار نکنی، پوستشو نکنی آویزونش کنی، این کار رو نکنی، شماجینش نکنی، زجر اعدامو کم کنی. شما مثلا فرض کنید که تو همین تهران یه جایی هست بهش میگفتن میدون اعدام، در گذشته دوره قاجاریه اینجا بودن ملت اعدام میکردن، دار میکشیدن.
امروز دیگه این کار نمیکنه، منسوخه دیگه. همین آمریکا تا میگه آها آمریکا ادام داره دیگه، آمریکا ادام میکنه دیگه. اون اراذل اوباشی که توی پشت این جعبه جادویی میشینه به وقتی از فقر صحبت میکنه میگه آقا بیا من تو واشنگتن الان نشونه میدم تو واشنگتن بدونی اینجا چقدر فقیر وجوده. من بهش میگم که نه بیا من تو رو میبرم تو استکهلم وسط مقر دولت رفاه، اصل سوسیالیسم مدرن که حالا دیگه نیست، البته از سال 2000 دیگه همه چی عوض شد. ببین اونجا تو استکهلم ببین هستم، ببین تو پاریس بهت کلوشان نشون بدم ببین چه جور زندگی میکنه. او اختیار کرده اون رو، اونو دوست داره، اونو زندگی رو دوست داره. دولت برای او امکانات تهیه میکنه. یه بار راجع به فاحشه ها گفتیم که در مثلا سوئد قانون گذاشته که فاحشه رو ببرید مداوا کنید، بهش کوپن غذا بدید، رسیدگی کنید، پزشکی، بهداشتی، شمر نگاه کنید، مرده رو بگی جریمه کن، زنه رو کاری نداشته باش. اونو انتخاب کرده، میگه اعدام تو آمریکا هم اعدام میکنن دیگه، توف به روی شما اراذلی کثیف باشد. اینطور نیست. در آمریکا یه زندانی میمانه، میلیون ها دلار خرج میشود تا اینکه این بره به اون محله که باید اعدام بشه. بعد شما میخونی میبینی یو میارن میگن یارو 40 سال اونجا بوده به جرم قتل زیر اعدام بوده، بعد الان که علم پیشرفت کرده دی ان ای آمده فلان آمده معلوم شده که این قاتل نبوده است، رهاش میکنن. پس اینجور نیست که بگیرم ببرم مثل ستار بهشتی مادری جزه بزنه بگه بچه‌م یه قرص هم نمیخواد، شما خودتون بردین زدینش کشتینش، با کتک کشتینش. بعد این اوباش اینجا میشینن تو تلویزیون میگه نه اون چیزه تو ویرجینیاست، میگه این آمریکا ادام میکنه. رزالت دیگه، اینجور نیست، نمیکنه. شما مثلا وقتی این ماجرای امسال دیدی دیگه، عاشورا رو دیدی دیگه، خارجیان هم آورده بودن، توریست هم آورده بودن ببرید عاشورا بگردونیشون، اونا هم دستبند یا حسین بسته بودن کلهشون رفته بودن تو سینه زنی زنجی میزدن. دیروز دکتر نورکار تحریک گفت اینجا آدم ها میشنسن استاد دانشگاه زیفته یواشکی شب قمه زده. تحت تأثیر اوست، تحت تأثیر این نیست، زیر این نور نیستده، از اون منبع فیض میگیرد. این دومی قابل تغییره، نداره چیزی رو، فانفره براش، میگفتیم فانفار، فانفاره. اینجا من رول کوستر و الوان کلنگ اینا سوارت میکنم، اونجا نداره این امکانو، مردش اعدام با مثل نگاه. این سومی قابل تغییره، و اینکه این بگه مردمان ما چه خلقی هستن چه امتی باشن ناگزیر من اجرای، نه اینا مزخرفه. دیدم که کاوه نازنین باز توی همین مردم ریپورتش یک گزارش رو اونجا نقل کرده بود از این دزد بزرگ، خانواده
کثیف انگلیسی لاریجانی ها که گفته در سایت دیگربان قصاص نص قرآن است و اجرای آن را متوقف نمی کنی. گفت اون یکی داشته تو بکلی درس خونده که رئیس حقوق بشر اسلامی شونه. برگردم به ماجرای آقای جعفری نازنینم که میگوید چرا با فتوا اشخاص ترور میشوند. بیاد سال روز شهادت دکتر کاظم سامی. در جامعه همیشه کسانی هستند که به دلیل داشتن موقعیت اجتماعی انقلابی یا شرایط ویژه سیاسی یا نظامی سر به نیست کردنشان از طریق پرونده سازی و متهم کردن آنان به وابستگی به این یا آن کشور امکان پذیر نیست. از این رو این گونه اشخاص را با توطئه‌های گوناگون و جمله از طریق صادر کردن فتوا سر به نیست می‌کنند و سپس برای بعضی از آنها اشک تمساح هم می‌ریزند و یا آنها را به درجه رفیع شهادت نائل می‌گردانند و در قالب موارد هم از شهادتشان برای اخفال و تحمیق هرچه بیشتر توده برانگیخته شده استفاده‌های تبلیغاتی می‌کنند. در جمهوری اسلامی از این موارد به قدری زیاد است که تمامی آنها تا به امروز به درستی احصا نشدند. زعمای جمهوری ولایت مطلقه فقیه درس کشت و کشتار و ترور را از استاد اعظم خود آقای خمینی گرفتند که فتوا می‌داد که حفظ حکومت اسلامی اوجب واجبات است و همین تکلیف است که ایجاب می‌کند خونها در انجام آن ریخته شود و یا اگر اینها در جامعه ساقط نشوند امام زمان را ساقط می کنند، اسلام را ساقط می کنند و باز آنچه در نظر شهر حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود همه مسئول می باشند و مردم و جوانان حزب الله اگر برخورد به یکی از این امور مذکور نمودند به دستگاه‌های مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند خودشان مکلف به جلوگیری هستند. همین فیلم دیروز نشون میداد خانواده انصاری، شرکت کیسون، دایی فرخان نگهدار، اینا تو روزنامه‌هاشون اون دوره شریک فدایی خلق. اعدام خلخالی اعدام انقلابی است. انقلاب خون میخواهد. حالا امرو میگه انقلاب بده. انقلاب میگه انقلاب کردیم بد بوده؟ نکنید انقلاب نکنید. و اگر آنان کوتاهی نمودن خودشان مکلف به جلوگیری هستند. نظر به اینکه این مقاله به یاد و خاطر سالروز زنده یاد شهید دکتر کاظم سامی قلمی گردیده و از طرفی نظر به اختصار است از موارد دیگر ترورها در اینجا می‌گذرم. برای روشنایی انداختن به کارداجین کردن دکتر سامی و در نتیجه به قطع رساندن آن شهید لازم است که مختصری به وضعیت سرگرد دلشاد تهرانی قبل و بعد از در سال 1167 خودکشی یا خودکشی کردنش در 17 آذر سال 67 پرداخته شد. وضعیت سرگرد دلشاد تهرانی قبل از خودکشی یا کشتنش. در کتاب قائله 14 اسفند 1159 که پدید آورنده و ناشر آن دادگستری جمهوری اسلامی ایران شورای عالی قضایی است، در مورد سرگرد دلشاد تهرانی بیش از خودکشی یا کشتن چنین آمده است: سرگرد دلشاد تهرانی پس از سرهنگ
فرسنتاژ به فرماندهی گارد گماشته شد. این آقا دلچسب‌تر از سرهنگ بود، چون ظاهری آراسته و متدین و باطنی بس آلوده و ناهنجار داشت. گزارش بسیار محرمانه این آقا را چنین معرفی می نماید. یک، در خانواده مذهبی در تهران در خیابان امیری خیابان فرهنگ متولد شده است. دو، سرای فرهنگ و خیابان بوزرجمهری نمایشگاهداران و دلالان اتومی او را خوب می شناسند. قبل از ازدواج پاتوق دلشاد خیابان جمشید و شهر نو بود. از پرسنل قدیمی تیپ 23 نوهد بود. در سال 1341 در یک ماموریت نظامی در نقده به دختر 13 ساله تجاوز نموده. در جوانی مفعول بوده است. عوامل قدیمی باشگاه کیان به خصوص مهدی لحافدوز با وی روابط سکسی و جنسی داشتند. قبل از انقلاب خبرچین ضد اطلاعات تیپ بود. در جریان کاروان سراسنگ عضو فعال و به همین جدی جهت 30,000 ریال از ساواک دریافت نموده است. ده، بلافاصله پس از انقلاب رنگ عوض کرده سرپرست کمیته پاکسازی تیپ شد که کلیه سواوق پلید خود را از پرونده رکن دوم اطلاعات برمی‌دارد. از امکانات شغلی خود بعد از پیروزی انقلاب استفاده کرده یک اتومبیل بنز سواری تاقود به قیمت بسیار نازل و قسطی خریداری می‌نماید. وضعیت وی بعد از خودکشی یا کشته شدنش. در سال 1367 بعد از خودکشی یا خودکشی کردنش، وی را شخصی عاشق و دلسوخته امام و نمونه بارز یک نظامی انقلابی و برحذر از مادیات و انسان والا و شمع محفل شهیدان و غیره معرفی میکنند. سرهنگ دلشاد تهرانی افشا کننده کودتای نوژه درگذشت. سرهنگ تهرانی از افسران دلسوز متعهد و از جان گذشته ژاندارمری بود. یکی از همکاران او در گفتگویی با خبرگزاری جمهوری اسلامی در مورد تعهد کاری و خصایل اخلاقی و اظهار داشت. پایبندی و ارادت او به اسلام و انقلاب زبان زده همه بود و در اجرای وظایف کمترین اغمازی روا نمی داشت. به تأکید کرد سرهنگ تهرانی در همین حال با اخلاق حسنه خود محیط کاری را آکنده از صفا و صمیمیت کرد. کشف و افشای کودتای نوژه از بارزترین فعالیت‌های مرحوم سرهنگ تهرانی طی دوره خدمتش بوده است. وی در جبهه‌های جنگ تحمیلی حضور فعال داشت و در چند نوبت نیز مجروح شد. سرهنگ دلشاد تهرانی عاشق دلسوخته حضرت امام و نمونه بارز یک نظامی انقلابی و وطن دوست بود. قبل از انقلاب در هوانیروز فعالیت داشت، سپس وارد ژاندارمری شد و مدتی معاونت بیمارستانی ژاندارمری را به عهده داشت. تواضع ایمانش او را بر حذر از توجه به مادیات کرده بود و تا پایان عمر 51 سالش به صورت بی‌پیرایه‌ای با همسر و دو دخترش زندگی کرد. به منظور بزرگداشت مرحوم سرهنگ تهرانی فردا جمعه ساعت فلان 14:20 مجلس ختمی در مسجد ابو سعید واقع در خیابان ابو سعید منعقد است. معقول است که این اطلاعیه و مطلب را مقامات امنیتی به خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه دادند. در کتاب دادگستری جمهوری اسلامی آقای دلشاد تهرانی را بدان گونه معرفی کردند، ولی بعد از خودکشی وی را این گونه معرفی میکنند: راز و سر این دوگانگی کاملا متضاد در چیست؟ علت ناهنجار و فاسد معرفی کردن دلشاد تهرانی در مرتبه اول این است که وی در آن زمان مسئول یگانه حفاظت ریاست جمهور یعنی آقای بنی سعد بوده است. قصدشان نشان دادن فساد و به خدمت گرفتن افراد فاسد در دفتر بنی سعد است که وی را اینچنین معرفی کردن و بیچاره دلشاد تهرانی در این رابطه چوب بنی سعد را خورده است. طرف این که نقل کردن و یکی از افسران ورزیده اطلاعات بوده و کشف و افشای کودتای نوژه را از مهمترین فعالیت‌های دوران خدمت وی ذکر می‌کنند و توجه نکردند که این کشف هم در دورانی است که وی در دفتر ریاست جمهوری یه بنی سعد مشغول خدمت بوده است. در مرتبه دوم همین افسر با باطنی بس آلوده و ناهنجار به زعم آنها البته را به خدمت میگیرند و به کارهای امنیتی اطلاعاتی به کار میگیرند و او از همه عیوب گذشته پاک و مفتخر به القاب افتخارآمیز میگردند. ماجرای قتل دکتر سامی.
بعد از قتل مرحوم دکتر کاظم سامی در دوم آذر سال 1376 به طوری که نقل می‌کردن از آقای تهرانی خواسته شده است همونطوری که کودتای نوژه را کشف کرده است قاتل دکتر سامی را نیز پیدا کنند، نشان دهد که دولت در این قتل دست نداشته و وعده خلعتی نیز به او می‌دهند. آقای تهرانی دست به کار می‌شود، اما محتوای پیام را که میگوید با پیدا کردن قاتل دکتر سامی نشان دهد که دولت در قتل دست نداشته است را به درستی دریافت نمی کند و با پیگیری و جدیت کار تحقیق را پی می گیرد و سرانجام دو هفته بعد از قتل دکتر سامی وی را به هنگامی که سرنخ اصلی را کش می کند در پشت میز کارش به ضرب گلوله به قتل می رساند و همان روز شایع می کند که وی در اتاق کارش با اسلحه کمری خود خودکشی کرده و برای ختم قائله بدین گونه از زحمات وی قدردانی کردن. قسمت اطلاعاتی بود که در سال 80 در کتاب اوین جامعه شناسی زندان زندانیان به اطلاع عموم رسید. اما بعد از انتشار کارنامه و خاطرات سال 67 آقای هاشمی رفسنجانی در سال 90 سرنخ دیگری که دست زعمای جمهوری اسلامی در آن دیده می شود منتشر شده است. می نویسد یک شنبه 6 آذر 67 ساعت 7 صبح به مجلس رسیدم. تا 8 کارهای دفتر انجام شد. در جلسه علنی قبل از دستور مرگ دکتر سامی را تسلیت گفتم. در مطبش توسط شخصی ناشناسی با چاقو ترور شد و پس از انتقال به بیمارستان و کارگر واقع نشدن معالجات فوت کرده است. رسانه‌های خارجی با شیطنت به گونه‌ای صحبت می‌کنند که نظام را متهم به قتل او کنند. آیت الله منتظری هم پیام مفصلی به پدرش دادند. پنجشنبه 10 آذر 67 آقای سید علی اکبر محتشمی وزیر کشور تلفنی اطلاع داد که قاتل دکتر سامی را دستگیر کردند و مجدداً اطلاع داد که شناخته شده ولی فراری است و دستگیر نشده است. شنبه 27 اسفند 67 آقای موسوی اردبیلی گزارش داد که در پزشکی قانونی در صحت ادعای خودکشی قاتل دکتر سامی تردید به وجود آمده و احتمال اینکه باندی بودند و او را کشتند و کشته اش را حلق‌آویز کردند وجود دارد. قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف کردند. در تمامی قتل‌ها و ترورهایی که در زمان خود به علت آشکار شدن سرنخ‌های و ضد نقیزگویی‌های زعمای ولایت مطلقه فقیه در جامعه سر و صدای را افتاده، قرار شد پیگیری شود تا حقیقت مکشوف کرده، ولی هرگز تا به امروز چنین اتفاقی نیفتاده است. در مورد قتل شهید دکتر سامی گفته ها و یادداشت های آقای دکتر علی اکبر علمی بسیار گویا و رسا است. آقای علی اکبر علمی که در آن هنگام معاون مدیر کل امور انتظامی وزارت کشور بوده است، بعدها عنوان کرد همون نماینده مجلس است که خیلی شور می‌زدی براش. بعدها عنوان کرد با توجه به مأموریت ذاتی اداره کل امور انتظامی سعی می‌کردم که به هر طریق ممکن از کم و کیف این حادثه تلخ با خبر شوم، اما متأسفانه اطلاعات موجود در اداره کل انتظامی در حدی نبود که بتوان از جزئیات این حادثه سر در آورد. حتی آن بخش از پرونده انتظامی قتل بگو چه کنم. حتی این بخش از پرونده انتظامی قتل سامی هم که در اختیار ما قرار گرفت آکنده از ابهامات و ضد نقیزگویی های بود. با این وضع در حوزه کاری من کسی به خود اجازه نمی داد که انگشت خود را متوجه ابهامات مذکور کرده و به طور جدی در مقام کش و رمزگشایان ها برای علمی توضیح می دهد. موضوعی که بر پیچیدگی و ابهام این واقعه تلخ افزود مرگ مشکوک قاتل و نحوه کشف آن بود، به این معنا که مقامات قضایی و مسئولان امنیتی انتظامی در اواخر آذر ماه همان سال اعلام کردند که محمد جلیلیان قاتل دکتر سامی بیماری روانی داشته و یک روز پس از ارتکاب قتل در گرمابه بریلیان اهواز خود را با کمربند از دوش حمام حلق‌آویز کرد و به عمر خود پایان داد و این در حالی بود که گزارش پزشکی قانونی خلاف این ادعا را گواهی کرد.
وی یعنی اکبر علمی همچنین میگوید در پی این مصاحبه طی یادداشتی خطاب به دکتر سعد معاون سیاسی امنیتی وقت وزارت کشور به ابهامات و ضد نقیزگویی های پرونده اشاره کرده. از دید من حداقل 6 ابهام جدی در گزارش نیروهای امنیتی انتظامی آن روز وجود داشت. 1. میان متهم شدن قاتل به اختلالات روانی و تهیه چند پاسپورت و شناسنامه جعلی توسط وی تناسب منطقی وجود نداشت. 2. اخراج یک کارمند که طبق گزارش مسئولان امن دوباره به شغل اولش بازگشته بود نمیتوانست انگیزه قوی برای ارتکاب قتل سبوانه سامی و تصمیم به قتل همسر وی باشد. 3. وجود چندین شناسنامه و پاسپورت جعلی در نزد قاتل حاکی از این بود که وی فرد انگیزه داری بوده و قصد خروج از کشور را داشته. در این صورت شهرهای مرزی شمال غرب کشور بهترین گزینه بود که اون توانست برای فرار از کشور انتخاب کنه. بنابراین متواری شدن او به شهر اهواز چندان وجاهتی نداشت. 4. کدام سرنخ توجه ماموران امنیتی و انتظامی را به شناسایی قاتلی جلب کرده بود که تقریبا 20 روز قبل از شناساییش وی در گرمابه واقع در اهواز دست به خودکشی زده بود؟ کسی که قصد خودکشی داشته چرا حمام را انتخاب کرده و چرا وسیله مناسبی برای خودکشی با خود به همراه نبرده است تا ناگزیر نشود که با کمربند خود را حلق‌آویز نماید؟ 6. فاصله کم دوش از سر استهمام کننده، کوتاه بودن کمربند برای انجام عملیات خودکشی از طریق دوش، عدم مقاومت دوش برای تحمل سنگینی قاتل و فاصله آن با زمین و غیره از مواردی است که قبول سناریوی خودکشی از طریق حلق‌آویز شدن از دوش گرمابه را با تردید جدی مواجه می‌ساخت. مطلب یا مطلب سخت تأمل برانگیز دیگری که دست زعمای جمهوری اسلامی را در قتل دکتر سامی آشکارتر می کند واکنش مسئولان وقت وزارت کشور به یادداشت ملاحظات علمی است. او روایت می کند به نگارنده فهماندن که شطور دیدی ندیدی، لذا تردیدها و ابهامات مذکور که امکان انتشارش در رسانه‌های آن روز کشور میسر نگردید تا به امروز همچنان در دفترچه خاطراتم جا خوش کرده. گفته احمد خمینی هم در مورد اطلاعیه مرحوم منتظری در مورد قتل دکتر سامی قابل تأمل و تعمق است. وی که خودش قربانی همین توطئه‌هایی که در آن شرکت داشت شد، در انتقاد به آقای منتظری که در مورد قتل دکتر سامی پیام خود را به نحوی نداده که جمهوری ولایت مطلقه را تبرئه کند، خطاب به آیت الله منتظری می‌نویسد: آیا در مورد قتل مرحوم دکتر سامی شما به گونه اطلاعی ندادید که از آن فهمیده شود نظام را کشته است؟ یا تا نزد در دیداری با شما این مطلب را گفتم؟ بلافاصله آقا هادی گفت پیام آقا به صورتی بود که نظام تبرئه شد. من به او گفتم خودت را با اون را نزن که شما از آنجا که ساده اندیش هستید و نمیدانید چه چیزهایی را باید گفت و چه چیزهایی را نباید گفت گفتید، بلکه فلاحیان گفته است ما منافقین را از پا در می آوریم. با آقا هادی گفتم ایشان خودش تصدیق کرد که خواسته است به صورتی بگوید که قتل مرحوم دکتر سامی به گردن نظام بیفتد. بعد به شما گفتم اولا معلوم نیست فلاحیان چنین چیزی گفته باشد. از آن گذشته سامی که منافق نبود. آیا خدا را خوش می آید هر قتلی و غارتی را به گردن نظام بیاندازی؟ این نکته از گفته احمد خمینی که شما از اونجا که ساده اندیش هستید و نمیدانید چه چیزهایی را باید گفت و چه چیزهایی را نباید گفت گفتید، بلکه فلاحیان گفته است گفتید که بلکه فلاحیان گفته است ما منافقین را از پای در می آوریم خود گویای مطلب است. مقاله را با این نکته به پایان می برم. به طوری که همگان اطلاع دارند دکتر کاظم سامی وزیر بهداری و درمان در دولت موقت بود. مدتی بعد در جرایت خواندیم که دکتر سامی از وزارت بهداری استعفا داده. اینکه چرا وی استعفا داده در آن زمان جزء اسرار بود، اما بعداً معلوم شد که وی طرح درمان بهداشت عمومی را که تهیه کرده بود در صدر بود که طرح خود را به اجرا درآورد. در جلسه‌ای که مرحوم مهندس بازرگان با آقای خمینی داشته، آقای خمینی به بازرگان نخست وزیر میگوید صلاح نیست دکتر سامی وزیر بهداری و درمان باشد، او را از وزارت بردارید و اگر شما حاضر به برداشتن اون نیستید من خودم او را برمی‌دارم.
بازرگانم برای اینکه آقای خمینی خودش اقدام نکند و آبروی دکتر سامی را ببرد، دوستانه احتمالاً بدون اینکه ماوقع را به دکتر سامی بگوید، با آن مرحوم میگوید که بهتر است از وزارت بهداری استعفا بدهد. ایشان هم از وزارت بهداری استعفا میدهد. نتیجه آنهایی که خیال میکنند بعضی زعمای جمهوری اسلامی که امروز دستشان از بخشی از قدرت کوتاه شده، مردمی شده و دلشان به جان و مال مردم میسوزد، به کجراهه میرن، زیرا همینها برای حفظ قدرت از قتل نزدیکترین افراد هم خم به ابرو نمیآوردن. وقتی مرحوم لاوتی در سال 60 در زندان وین با سم استرنیک کشته می شود، آقای هاشمی هم برای اینکه این راز فاش نشود، دختران و دو داماد خود که پسران شهید لاوتی هستند را جمع می کند، با آنها می گوید شما به خاطر انقلاب سکوت کنید. آنها هم آدم های باهوشی بودند و موقعیت را فهمیدند و سکوت اختیار کردند. همچنین بنا به گفته نیازی احمد خمینی را می کشند. بعد از کشته شدنش احمد آقای خمینی نیز، آقای هاشمی رفسنجانی باز همه اعضای خانواده خمینی را در اتاق گیر می آورد و خطاب با آنها می گوید کلمه سوال برانگیز درباره طبیعی نبودن مرگ حاج احمد آقا نباید از زبان شما خارج شود. و اکنون فاش شده که در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بیش از 80 نفر به قتل رسیدن و جای بسی تأسف و تأثر است که خون و جان انسانها تا این حد در جمهوری اسلامی بی‌ارزش شده. و اکنون کسان بسیاری که خود عامر و مسبب قتل‌های زیادی بوده یا حداقل با عامرین و قاتلین همراهی کرده یا به آن علم داشته و به خاطر حفظ قدرت دم فرو بسته‌اند، آزادی، حقوق و عدالت می‌خواهند و علم و عند الله. این هم مطلب آقای محمد جعفری بود پیرامون این ماجرای شوم قتل و کشتارها در نظام فاسد جمهوری کثیف اسلام. درنگی بکنیم برمیگرد. بسیار عالی، اینم از مطلب آقای جعفری. اما برگردم اینجا و ببینم که بهمن بر اون چی نوشت. بهمن می نویسه آقا سعید سلام، اخیرا می شنیدم که هوای تهران بسیار آلوده، خیلی تلف شدن، آیا این تقصیر تهران و ساکنین تهران؟ عرض حضور شما که من خودم به فاصله یک سال دو تا خواهرمون به خاطر آلودگی هوا دست دادم، دو تا نازنین خواهرامو از دست دادم به خاطر آلودگی هوا. اگر دفتر کار یا منزل شما کثیف باشه، این تقصیر را مرس تقصیر شما که در آن زندگی میکنید. خونه خواهرای من خونه تمیزی بوده، یکیشون توی تهران پارس زندگی میکرد، یکی دیگهشون توی لاله‌زار. قلب کثافت تهران ربطی به خونش نداره. آلوده است، آلوده صداست، آلوده هواست، آلوده است. پروژه متروشو میخوابونه، پول خرج میکنه، یه دونه دو طبقه اتوبان درست میکنه که اون سقفش 10,000 ریخته. این تقصیر مردم نی، تقصیر یه چپاولگره میشم در الان نداره، یه رونده. اگر تقصیر تهران هست، چرا ساکنین آن را تمیز نمیکنن؟ چی کار باید بکنن ساکنین؟ یعنی
شما باید بگو راه چیه، مثلا جارو بردارن خیابون جارو کنن، هوا آلوده است، بنزینی که میزنه تو ماشینش بنزین آلوده است. اینو چند هزار بار تعریف کرده، درصد سرب بالا داره، بنزین آلوده مصرف میکنن مردم، چیکار کنن؟ ماشینشون بر راه بندازن برن سر کارشون که سرویس عمومی براش گوشته اونجا. این اگه سرویس عمومی گوشته بود بعد مثلا این کار میکرد، اگه مثلا فرض کن که بنزین تمیز بهش میداد بعد میرفت بنزین آلوده میزد، میگفت یه حق با توی به من، این خودش تقصیر داره. چرا میخوای دام بندازی کله یکی دیگه؟ ما همین بحث با آقای دکتر بیگدری کردیم، آقای بیگدری قهر کرد رفت، تقصیر من چرا میندازی؟ به من چه مربوطه؟ من قربانی این سیستمم. بنزین آلوده است، گازوئیلش آلوده است، گفت اینجا کجا؟ گفت شمرونه. گفت چیه؟ گفت خیلی خوبه. گفت چرا خوبه؟ گفت برای اینکه همش باغ درخت هوای تازه است اینا، اونجا بده. چرا؟ شابدرزیمه، همه درخت دار بریدن قبرستون درست کردن. امروز شمرون و شابدرزیم یکیه، شاید شابدرزیم هواش بهتر از شمرون باشه. اگر تقصیر تهران است چرا ساکنی آن را تمیز نمی کنه؟ اگر تقصیر ساکنی است به این نتیجه رسیدیم که آنها ایجاد کننده آلودگی هستند. نه دقیق اینجوری نیستش که. و تجزیهش خوب بود اما شو ترکیب تو ببرن. اخیراً میشه این که فساد اداری در ایران بیشتر شد. آیا ادارجات بخشی از جامعه نیستن؟ چرا؟ مدیرش فاسده. تو همین ماجرای امروز، ماجرای نمیدونم این شویی که دوباره راه انداختن برای انحراف افکار عمومی، ماجرای احمدی نژاد، دادگاه میره دادگاه نمیره، مناظره بکنیم، گفتم وقت مناظره نه آقا برو به کارت، الان ما فرصت این کارا رو نداریم، تو ما رو بدبخت کردی فرا. اون بار تو رو بدبخت نکرد که. شعبا خوشه این طوری بالا بکشه، این طور بدبخت کرد. خوش میگه امون مدن نشون داده که چقدر چکای میلیونی کشیدن دادن به نمایندگان مجلس. یه مؤسسه ای که چندین هزار مثلا ارزش داشته، اینا به چندین صد فروختنش. به کی فروختن؟ به اس بابک زنجانی. بابک زنجانی کیه آقا؟ برای تعریف کردم اینا رو، گفتم ایرج برای من گفت. و شما برو بگرد تمام اسناد و سازمان‌های ثبتی رو در ایران بگرد، ببین که یه اسمی از یه آخوندی اونجا پیدا میکنی؟ میبینی نه، به اسم بابک زنجانیه، حسن رمزون یخی، حسین رمزون یخیه، رضا نیمتنه است. ولی اون حسین رمزون یخی و رضا نیمتنه و اون یکی حسین عثمت چوسو، اونا میدونن، اون میدونه که صاحبش نیست، خودش میدونه. میگه من اینجا اینو میچرخونم، زن بچه هم میفتم کانادا زندگی میکنن، خودم هم اینجا بساط لحو لحو هم برقرار است، چیکار دارم؟ میدونه مال خودش نیست، ولی تو نمیتونی ثابت کنی مال این نیست، من نمیتونم ثابت کنم مال این نیست. داستان
از یه جای دیگه آغاز می شود. بنابراین فساد در تمام بخش‌های جامعه از خانواده، محله، شهر، استان، کشور بین ایرانیان ساکن خارج از کشور بیشتر شده. درسته. چرا زیاد شده؟ دیگه آب از اون سرچشمه گلالود است. هر چی که توی این مسیر حرکت کنه ما پوست پیاز می‌ریزیم توش، اون یکی پوست پرتقال می‌ریزه، اون یکی رختش می‌شوره، اون یکی فاضلاب خونه‌شون رو وصل می‌کنه اونجا. هی به آلودگیش اضافه می‌کنی. ولی آب از سرچشمه گلالود است. دیروز دکتر نقره‌کار حرف جالبی زد و وی گفت که ایرانیان آمریکا و کانادا با داشتن مدرک دکترا و رتبه استادی دانشگاه شبانه عاشقی قمه زدن. این جدای از سفره‌های ابوالفضل رقیه است که زنهای ایرانی عاشق اعراب که در پرتغال آباد و لس آنجلس و شیکاگو و نیویورک و تورنتو و ونکوور پنگ کردند. این افراد از دست ملایان به کشورهای مسیحی آمدند ولی همچنان به همان آموزه‌های ملایی وفادار. فساد در ایران به حدی است که ایران را به صحنه جنگ تبدیل کرده. باور کنید ایران جای امن و امان و صلح و صفایی نیست. همه دارن همه را میزنن با هر روش و با هر ابزار. کشت و کشتاری در ایران است که باور کردنی نیست، در محیط خانواده، در محیط کار. نکته جالب این است که کسی به حرف بزرگتر و عاقل‌تر گوش نمیدهد. چرا ما ایرانی ها گوش شنوایی خود را از دست دادن؟ به راستی آقای منصور بفرمایید که منظورشان چیست. ما هم نمیدونیم منظور آقای منصور چیه. آقای منصور گهگاهی میاد اینجا عقده گشایی میکنه. یه بار ما بهش گفتیم که آقا این همه شما میاد اینجا کمکم بکن. خب گفت چش، گفتیم به هر وقت کمک کردی زنگ بزن. ولی نه، باز نوشته که به شما بابت از دست دادن خواهرتان تسلیم میکنم. مادر بزرگ من هفته پیش در اثر آلودگی هوا فوت شدن. حالا فهمیدیم که چرا ما ایرانی ها به حرف بزرگترها گوش نمیدیم. وقتی امام خمینی با حرفای قشنگ قشنگ آمد سر کار و بعد شروع به اعمال خشونت کرد، پایه گوش ندادن به بزرگترها رو در ایران ریخت. نلسون ماندلا که 27 سال در زندان و برای جوشو، اولین کاری که کرد به زندان خود سر زد و از زندانبانانی که او را چندین سال شکنجه بودند احوال پرسی کرد. ولی خمینی وقتی سرکامه اول از همان استوار رانندهی که وی را از قم به فرودگاه جهت تبعید براق هم کرده و ظاهرن فقط به خمینی گفته بود برو بشین تو ماشین و خمینی بهش برخورده بود، دستور داد که آن استوار 80 ساله که دچار پارکینسون شده بود اعدام کنه. بله امام خمینی درست گفت، اسلام به خون زنده است. جای تعجب نیست که امام خمینی پیرو مرشد خود بود. نمیدونم اینا رو نمیفهمم. دردت جای دیگه است رفیق، دردت جای دیگه است. ما عشق تمساه میریزیم. مثلا همین که میگیم که اون مادره چی میکنه، خب 20 دلار براش کمک کن بیشتر، ما 20 دلار بهش بده. نوناور خانه شو از دست داره دیگه، ما 20 دلار تو براش بفرست. نگو چجوری فلا اینا، چجوری شو من بهت میگم چجور. یه فامیلتون، یه قمخیشتون، یه همسایتون، ایشکیو دیگه نداری؟ بقبال سر کوچه‌تون، لاف دوزه، نه بابا اصلا اینجور نیست. اون عزیزی که من گفت آقا تو منو ناامید میکنی، تو کاری میکنی من سرمو به دیوار بزنم، شرمنده شم. راست میگه، حق داره، حق داره، 100% حق با او جانب بود. اون میخواد من بهش مثل اونای دیگه چغانی بگیم، بگیم آقا اعدام، بگه اینجا هم اعدام میکنه، بگیم فقیر، میگه اینجا هم فقیر هم.
این جریان ساختاری دوچار ما. همین ماجرا رو الان نگاه کن، همین ماجرای هسته‌ای رو نگاه کن، بالای 100 میلیارد خرج کرده، 20 سال وقت گذاشته روش، نیرو گذاشته، فلان گذاشته، بعد تعطیل کنه به امیدوار باش که تعطیل کنه. چرا که اگر این کارو بکنه به نفع مردمه، ولی اگر در پنهان کار دیگری بکنه، وای بر من و بر ایران من. اگه تعطیل کنه اب نداره، خیلی هم خوبه. یارو مرکه احمق بلند شده رفته توی وین، اسمش زنگنه است، ارباب یارو سعیمیه، سعیمی محمد سعیمی نوکره، نوکره نوکره خونه ایناست. من خود 4 میلیون میخوام با شو تولید کنم دیگه، سوه نمیشه 20 میلیون تولید کنم، 4 میلیون میخوام تولید کنم، اصلا مهم نیه 20 دلار بشه. عربستان سعودی گفت میفهمی داری چی میگی؟ میدونی اگه 20 دلار بشه بشکه نفت یعنی چی؟ تو بر اساس بشکه 100 دلار نمیتونی مملکت تو اداره کنی، میخوای بکنیش بشکه 20 دلار چی داری جاش بذاری؟ و یه مش دروغگو. من میخوام 100 میلیون بکنم 4 میلیون بکنم. چجوری میخوای این کار بکنی؟ با چه ابزاری میخوای این کار رو انجام بدی؟ با کدام توان میخوای این کار رو انجام بدی؟ تو پول نداری خواه اول. این همیشه این صحنه رو به من نشون میده که یارو افتاده اون زیر، خونی مالی جلی تو جوب، اونا هم دارن با لقب میزن، این میگه اگه بلنشم اون وقت میده. اون زیر افتاده فش میده. مثلا فرمانده شاخه نظامی حزب الله رو بین زنن رفت رو هوا. حالا اون بگه کار اسرائیل، اون بگه کار عربستان، عربستان سعودی رفته بمب گذاشته دم سفره. نه آقا، خود جمهوری اسلامی و حزب الله بمب گذاشتن دم سفره. چرا بمب گذاشتن دم سفره؟ برای اینکه آقای هیگ انگلیسی بوده ابراز تأسف بکنه، آمریکا دلسوزی کنه واسه جمهوری اسلامی. اون الان برایش مهم اینه که ایران دیل را حل بکنه، اصلا موضوع دیگه نداره. اصلا شما نگاه کنید تو همین آمریکا تو همین لحظه چه داستانایی وجود داره. چرا این یارو میپره سخنگوی وزارت کاخ سفید، همیت میگه که آقا تحریم نکنی، تحریم خوب نیست، اینا دعواسون پشت. میپرسن از آقای اوباما چجوری 6 ماهه ایمپلیمنتیشن چیه، اون چجوریه، بعد 6 ماه فاینالت کدومه، فاینال پلان، what is the final plan، تعریف کن برای ما بدونیم چی کار میخوای بکنی. اسرائیل نفوذش رو از دست داد، اون یکی بدبخت شد، اون یکی چی شد؟ اینجوری نیست داستان. یه طرح بلند مدته، تو طرح بلند مدت ما داریم میریم یه جای درست کنیم، یه فهم کنیم، یه مثلا این داربسته میشکنه، یه کارگرمون بالا میفته، دستش میشکنه، پاش میشکنه، میمیره، اصلا کار توقف پیدا نمیکنه. خسارت زده ولی طرح بلند مدت و اجرا میشود. حالا باید صبر کنیم کارشناس بیاد، پلیس بیاد، آمبولانس بیاد نگاه کنن، حفاظت کار بیاد، چرا داربست شل بوده، چرا کلاه حفاظت سرش نبوده، چرا نرده نه، اینا اشکال در کار ایجاد میکنه. اما کار در نهایت به پایان میرسه. اکبر گنجی یه مطلبی رو نوشته تو نشنال اینترست زبان انگلیسی، نمیم این کی برش انگلیسی می نویسه. سپاه پاسداران، حضور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قلمرو اقتصاد یکی از مسائل چالش برانگیز ایران است.
پایان جنگ ایران عراق، درگذشت آیت الله خمینی، آغاز رهبری آیت الله خامنه‌ای، ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، نیاز به استفاده از امکانات گسترده نظامی، به ورود سپاه به قلمرو اقتصاد منتهی شد. البته برخی از فرماندهان سپاه که 8 سال در جبهه‌های جنگیده بودند مدعی بودند که اقتصاد به دست عده‌ای فاسد ثروت‌اندوز افتاده و با ورود به این عرصه باید آن را از آلودگی پاکسازی کرد. قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به همین منظور تشکیل شد. علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در تیر 85 به روزنامه شرق چنین گفت: اینا ما هزار بار اینا چیز نو نیست، همه می‌دونیم. وقتی که اینا جنگ رو به پایان بردن چند تا اتفاق همزمان افتاد. یکی اینکه عده‌ای آدمی که تو زندان‌ها بودن اینا زندانیشون تموم می‌شد، حکمشون رو گرفته بودن، تو زندان نشسته بودن منتظر بودن که حکمش تموم بشه بیان بیرون. خب اینا می‌اومدن بیرون، اینا فعال بودن، ساکت نمی‌شستن که. اول سر اینا رو برید. به محض اینکه قطعنامه رو امضا کردند و جنگ رو پایان دادند، اول سر اینا رو برید. و اشد علی کفار باشید، رحم بر محاربین نمیدونم فلان است. نه سرشو ببر، اصلا نترس. یکی از دلایلش این بود که سر اینا رو برید. نمیدونیم چند هزار نفرن، شهرستان ها جواب نداده، زندان خاش و چابهار و کارون عواز و اون یکی نگفته هنوز ما چند نفر توش بودن. زندان مچه سلیمان نمیدونیم چیکار کردن. اول سر اینا رو بریدن. دوم این که وقتی که جنگ تموم شد دیگه، اینم اشاره کرده، این که برف پرویز سیار به ما گفتن اسلام در خطر است، رفتیم در جبهه دیدیم نخو آقا جان خودمان در خطر است. برگشتیم حالا میبینیم که علی گدا همه شهر رو گرفته. ما رفتیم اونجا گفت اسلام در خطر است، جانمون رو در خطر گذاشتیم که اسلام در خطر نباشه، که اسلام در خطر نبود، جان ما در خطر بود. بعد حالا که برگشتی این علی گدا و رفقاش همه شهر رو گرفتن، اعتراض میکرد دیگه. گفت چیکار کنم؟ گفت بهش بیکار بده، من جنگ تموم نشده، من نباید بازسازی کنیم. گفت برید بدوزید، برید بکنید یه دیوارم بسازید. تو همون ستاد معین خرمشهر هاشتهرخانی رئیسش بود. میدونید چقدر ای گفتن که اینجا زدیم چی ساختیم؟ گفت خب کو؟ گفت خب صدام زد خرابش کرد. و آقا لامصب یه چیکه خاک اینجا رو زمین، یه چی گچ رو زمین، یه که سیما رو زمین، یه آجر نصف آجر، یه میلیه هیچی اینجا رو زمین، گفت صدام زد همه رو نابود کرد. برای اینکه اون بخش رو که اومده بود برگشته بود دیده بود علی گدا همه شهر رو گرفته ساکت کنه، بهش گفت بیا برو قرارگاه خاتم الانبیا درست کن. بعد این آقای سعیدی میگه هدف تشکیل قرارگاه خاتم الانبیا بهره برداری از ماشینالات و امکاناتی بود که در جریان جنگ مورد استفاده نظامی داشت، اما پس از جنگ میتونست در بازسازی خرابی های آن مورد بهره برداری قرار گیره. خصوصی سازی، همین بحثی که الان هست، میگه سرعت رو زیاد کنید. اقتصاد نفتی ایران با انقلاب 1979 دولتی تر شد. دوران ریاست جمهوری هاشمی دوران تغییر سیاست‌های اقتصادی بود. طرفداران دخالت گسترده دولت در اقتصاد او را متهم می‌کردند که تابع دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. متهم نمی‌کردند، چه اتهامی بهش میزدن؟ این اتفاق افتاده، طرح تعدیل اقتصادی طرح بانک جهانیه. جمشید آموزگار 20 دفعه رفت ایران اومد.
نخست وزیر محبوب، خصوصی های این دوران کاملا رانتی بود و بسیاری از بنگاه‌های دولتی با قیمت‌های بسیار نازل و وام بانکی به خودی ها واگذار شد. این حالا میگه کی این کار رو کرده؟ میگه آقای رفسنجانی، در دوره که الان از همون اول، از همون ابتدا، از اونجایی که اون یارو رفیق دوست رئیس بنیاد مستضعفان شد این اتفاق افتاد. خونه یارو گرفته بودن، کرده بودن حسوشایی صاحب گروه شاپسند، گروه بهشهر، دست خطش رو دیدم، شرکت میخ پارس، به مدیرش نوشته بود. افتخارم اینه که چهار تا از دفتر مرکزی های شرکت های ما چهار تا وزارت خونه هست، وزارت نوی سر یکیش نشسته بود، وزارت صنایع سنگین. چه پولی دزدیدی همین صنایع ملی، اینا همه دفترهای گروه بهشهر بودن. خصوصی سازی ها در این دوران کاملا رانتی بود و بسیاری از بنگاه های دولتی با قیمت های بسیار نازل وام بانکی به خودی ها واگذار شد. محمود احمدی‌نژاد در 24 فروردین 89 درباره میزان خصوصی سازی گفت از سال 72 واگذاری ها انجام شده است که مجموع آنها 3000 میلیارد تومان یعنی حدود 3 میلیارد دلار می باشد، اما در دولت نهم و دهم بیش از 60000 میلیارد تومان یعنی حدود 60 میلیارد دلار واگذاری انجام شده که اکثر این واگذاری از طریق بورس تهران صورت گرفته. داستان بورس تهران هم که بلدی دیگه. موزل دوم خصوصی‌سازی ایران واگذاری بنگاه‌های دولتی به نهادهای نظامی بود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در 5 نوامبر 2013 گفته است که بر اساس اصل 44 قانون اساسی برای رها کردن تصدیگری و کوچک کردن دولت تاکنون حدود 100 هزار میلیارد تومان از بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذاری شده که اینو با ما تحلیل کردیم دیگه، که حرفایی که الان مال داستان آقای روحانیه اینه، سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی در ایران. بابک زنجانی کی آقا؟ اما تنها 17% به بخش خصوصی، بقیه آنها به نهادهای شبه دولتی واگذار شده است. گفته آقای فلانی اسمی چی بود؟ اسحاق جهانگیری گفته که تا کنون 100000 میلیارد تومان از بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده، اما تنها 17% آن به بخش خصوصی و بقیه آنها به نهادهای شبه دولتی واگذار شده. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی دارایی نیز در همین روز گفت حد اکثر 17% واگذاری ها در ایران به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به بخش هایی که ماهیتاً بخش خصوصی محسوب نمی شوند واگذار شده است. خلق طبقه حامی رژیم. صدور فرمان حضور سپاه در اقتصاد با حکم مشترک خامنه ای و اکبر رفسنجانی نیازمند تبیین است. یعنی فعالیت های اقتصادی سپاه بر اساس دستورالعملی است که به تصمیم مقام معظم رهبری رسیده است. آفرینش یک طبقه حامی رژیم که به صورت سیستماتیک در منافع دولت نفتی و شبکه توزیع امتیازات انحصاری شریک شود و به عنوان یک گروه قابل ملاحظه اجتماعی در مواقع بحرانی به دفاع از رژیم بپردازد، هدف این رویکرد بود. این کار به طور عام از طریق خصوصی سازی منابع عمومی یعنی شرکت‌های دولتی، زمین‌های شهری، حق بهره برداری از منابع عمومی مانند معادن و غیره و واگذاری امتیازات تجارت با خارج و سپردن آن به نهادهای نظامی امنیتی، بنیادها و مؤسسات تحت کنترل بیت رهبری انجام شد. حجم پروژه‌های واگذار شده به نظامیان تاییدی است بر این مدعا. این داستان واگذاری معادن، مرگ اون یارو که چند هفته پیش کشتنش تو سبلان اون طرف ها،
معاون همین بخش معادن بود، گفت اینجوری نمیکنم. گفتم خب ما کاری میکنیم تو بکنی. سازمان اقتصادی و فعالیت‌های سپاه. قرارگاه خاتم الانبیا اول تابستان 85 1220 پروژه صنعتی و معدنی اجرا کردند. برخی از پروژه‌های واگذار شده به شهر زیان. طرح توسعه شبکه آبیاری 8800 هکتاری امیدیه خوزستان. پروژه ساخت 4 مخزن ذخیره نفتی در جزیره خار. پروژه خط لوله هفتم گاز عسلویه به ارزش 1,300,000,000 دلار تا سیستان و بلوچستان و 2,500,000,000 دلار برای اتصال به خطوط به خط لوله آزادی. لوله آزادی اونی که از پاکستان میگذره، پول دادن به پاکستان، پاکستان هنوز میگن نه. تکمیل متروی تهران با مشارکت بنیاد مستضعفان و وزارت نفت به ارزش 2,500,000,000 دلار. فرودگاه پیام نیز در کنترل سپاه قرار داشت که علی یونسی وزیر اطلاعات خاتمی در اسفند 83 در این خصوص گفت فقط در سال 1183 15 میلیارد تومان کالای قاچاق در فرودگاه پیام کش شد. بسیاری از کالاها در این فرودگاه بدون حضور ماموران گمرک و یا با ارزش‌گذاری بسیار پایین‌تر ترخیص شدند. تقصیر مردمی که اونجا زندگی می‌کنن به من؟ فساد ساختاری نظامی که بنیادش بر اساس دروغ است، بر اساس خداست. چهار فعال عرب اعدام شدن امروز. California Republic, a member of the House Armed Service Committee, Duncan Hunter. امروز توی برنامه تلویزیون گفته آقا این یارو گفت که تمام این نظام بنیادش بر اساس دروغ است. و این منطقه اصلا میگه منطقه با دروغ عادت کرده. معتقده باید درس سنگین به این نظام بدیم، برنامه اتمیشو برای چند دهه به عقب بندازیم و این معتقده باید بزنی تمام اینا روشو بزنی. اگر نظام جمهوری اسلامی دست از این حرکت بردارد به نفع مردم ایران است. اگر کارش به پنهان باشد وای بر مردم ایران. بریم 13 روز اعتصاب محمد حسن یوسف پور سیفی. محمد حسن یوسف پور سیفی فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین در 13 روز اعتصاب قضای خود به سر میبرد. هرانا میگوید درود به این بچه های هرانا. اینا زحمت میکشن، فقر و فلاکت رو ته دنبال میکنن، با سختی اینجا هادی قائمی با تریتای پارسی میلیون میلیون پول میگیرن بابت حقوق بشر در ایران. من داستان گره جای دیگر است.
23 زندانی به صورت نمادین در اعتراض به اعدام اعتصاب کرد. دست کم 23 زندانی سیاسی و عقیدتی از زندان رجایی شهر و قزلحصار کرج و ارومیه در اقدامی سمبولیک به اعتراض به موج اعدام ها که همزمان با روی کار آمدن دولت جدید در این آغاز شده دست به اعتصاب قضا زدند. این اعتصاب که در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی کرد و بلوچ نیز صورت گرفته است، امروز چهارشنبه در 3 زندان فوق آغاز شده. بر اساس گزارشات رسیده از زندان ارومیه، روز گذشته ماموران اداره اطلاعات ارومیه 5 زندانی به نامهای احمدی تموعی، یوسف کاکاممی، علی احمد سلیمان، مصطفی علی احمد، جهانگیر بادوزاده که قصد شرکت در این اعتصاب داشته از بندهای خود خارج کرده به محل نامعلومی منتقل کرده. مصادره زمین گورستان باهایان سنندج. دادگاهی در سنندج مرکز استان کردستان تحت عنوان تصرف عدوانی رأی به مصادره زمین متعلق به جامعه باهایان که از آن به عنوان گورستان استفاده شده بود داده است. طبق حکم دادگاهی در شهر سنندج زمین قبرستان باهایان شهر مزبور را که از سال 1172 شمسی از طرف مسئولین شهر و شهردار و در اختیار شهروندان باهایی قرار گرفته و تحت عنوان تصرف عدوانی از مالکیت باهایان خارج کرد. یعنی یارو برای مردش هم داستان داره اون مملکت. پایان اعتصاب قضایی بیش از 1800 زندانی در زندان قزلحصار. زندانیان محکوم به اعدام به اتهامات جرائم مربوط به مواد مخدر در پی گفتگو با مسئولین و وعده های ایشان به اعتصاب خود پایان دادند. صبح روز جاری در پی مراجعه مسئولین زندان و قوه قضاییه به واحد 2 زندان قزلحصار دادن وعده های مبنی بر رسیدگی مجدد به پرونده محکومان به اعدام زندانیان حاضر شدند به اعتصاب خود پایان دهند. وضعیت حاد جسمی کوروش زیاری و عدم رسیدگی مسئولی. هرانم میگوید که کوروش زیاری زندانی عقیدتی بهایی در زندان رجایی شهر کرج که از دیسک کمر به همراهی سایدگی استخوان و تاندون پا رنج میبرد از امکانات درمانی یا مرخصی استعلاجی محروم است. وضعیتت به حال این برنامه امروز، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشد، شما رو ناامید نکرده باشم. عزیزم هم سرشو به دیوار نکوبد، راه دیگه‌ای بلد نیستم. بعدش بخیر گرامی باد، ممنون و متشکرم. تا فردا سپاسگزارم.